چیزی و به جواب رسیدن یه چیز دیگه است. در همه ابیات به جز بیت آرای متناقض نما وجود دارد. بازم این سه حالت رو اینجا بنویس و فکر کن داری به یکی آموزش میدی. من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست. گدا و سلطان متضادن؟ بله. گفته در همه ابیات داره به جز. نظر نمیدم کدوم حالت. حالت اول به وسیله کسره چسبیده نه. اگه نچسبه باید دو عمل از یه نفر سر بزنه. من در گدایی گنج سلطانی دارم، یعنی من هم گدام هم سلطانم. تناقضه؟ بله. اگه میگفت من گدام تو سلطانی، من گدا کجا سلطان کجا، تناقض نیست. من گدا گنج سلطانی دارم. دو عمل متضاد از یه نفر 100%. پس یک رد گزینه. نگاه کنید این حالت دو کلمه متضاد واسه کسره نچسبیده ولی دو عمل داره از یه نفر سر میزنه. دو، بازار گل فروش ندارد غم کساد. کساد یعنی کم، یعنی رواج گریه ما کم نمیشود. کساد کم، رواج زیاد، متضادن. به وسیله کسب هم چسبیدن نه استاد. چه زمانی تناقضه؟ زمانی که دو عمل از یه نفر سر بزنه، اونم در آن واحد. خب نگاه کنیم، بازار گل فروش ندارد، چه کمه کساد غم، یعنی رواج گریه ما کم نمیشود. چه رواج داره؟ گریه. دو عمل از یه چیز نیست. میگه غم کمه، کساد گریه رواجه. دو عمل داره از یه نفر یه چیز سر نمیزنه، پس تناقض نداره و جواب دوه. سه چی؟ ما هیچ متاهان خجل از قدر رواجیم. در کشور ما رونق بازار کسادی است. رونق و بازار، رونق و کساد متضادن. به وسیله کسره به هم چسبیدن نه. باید دو عمل از یه چیز سر بزنه. خب نگاه کنید، در کشور ما رونق بازار کسادی است، یعنی بازار هم رونق داره هم کساد، اونم در آن واحد. بله 100%. با سر زلف تو مجموع پریشانی دل. بله مجموع پریشانی. گفتی جمع، مجموع جمعیت. بله مجموع. نقطه مخالف پریشانی، آشفتگی، تفرقه، پراکندگی، تناقض. همیشه تناقضه. فقط حواست باشه باید فعلش مثبت باشه، فعل نبود منفی باشه. آقا برخورد با تست، در یک متضاد دارم گدا و سلطان، رواج و کساد در دو، رونق و کساد سه، مجموع پریشانی چهار. گفته همه دارد به جز. هیچ کدوم دو کلمه متضاد و اصلا کسب هم نشسبیده. حالا من که دارم در گدایی گنج سلطانی، من هم گدا هم سلطان در آن واحد. کساد رواج، چی کساد غم، چی رواج داره؟ گریه. متناقض؟ نه، دو عمل داره از یه نفر سر نمیزنه. سه، رونق و کساد، بازار هم رونق داره هم کساد در آن واحد. چهار، مجموع پریشانی، جمع مجموع جمعیت، تفرقه پریشانی. فعل باید مثبت باشه، هست. مجموع هم معنی ارزم بوده، شما شلوغی نمیده. چی معنیش کنم؟ با سر زلف تو شلوغی پریشانی دل. به جاش یه شلوغی بذار، یه گروه بذار، معنا نداره. اصلا همیشه تناقض. من اینکه فعل منفی باشه و ثابت بشه. عمل چرا هست چرا نیست؟ قشنگ لمسش کن. برو در سوال بعدی. در کدام بیت آرای پارادوکس مشهود است؟ عزیزان من نگاه کنیم. تناقض دوباره سه حالت رو یادداشت کن. تا 10 تا تست فکر کن داره به یکی آموزش میدی. اینقدر تکرار کن که تناقض بالا میاری. بعد میگه آقا ول کن دیگه، پدر ما رو درآوردی با این تناقض. و بیشتر این تستا رو من در اصل کلاس حل کردم. دو سه نمونه اینجا حل میکنم. الان میرم سراغ تست ترکیبی که تناقض ببین در هنگام تست چقدر به ما قدرت میده. عزیزان من اینجا نگاه کنید. ای یوسف خوشنام ما، خوش میروی بر بام ما، ای در شکسته جام ما، ای بر دریده دام ما. متضادی دارم؟ نه، هیچ کدوم از حالا. دو، شب رفت و سبو آمد، غم رفت و فتو آمد. شب رفت و سبو آمد، غم رفت و فتو آمد. خورشید چراغان شد تا باد چنین بادا. متضاد دارم. شب و صبح، سبو صبحه. یا این غم، این فتح، غم و پیروزی. به وسیله کسب هم چسبیدن نه، همون حالت اول. چه زمانی تناقضه؟ باید هر دو در آن واحد در یه جمله. میگه شب رفته صبح اومده، دو عمل متضاد در آن واحد نیست. اگه میگفت شب و صبح با هم اومده تناقضه. میگه شب رفت سبو آمد، دو عمل در آن واحد نیست، تناقضی نداره. یک و دو رد گزینه. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است. با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. دوست و دشمن متضادن.
به واسطه کسه چسبیدن نه، باید دو عمل از یه نفر به یه چیز. میگه با دوستان مروت کن، با دشمنان مدارا کن، تناقضی نداره. اگه میگفت من هم